بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه مجدداً در خدمت دوست و همکار عزیزم سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم شما. من هم سلام دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون استقلال آزادی و همچنین شما جناب آقای عبدالله. خیلی ممنونم که بازم در گفتگوی با ما شرکت میکنین. در گفتگوی پیشی با شما قرارمون شد که این قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه که آقای بنی صدر تهیه کردن و نوشتن و با کمک و همکاری دوستانی مثل شما صحبت کنیم، برای بینندگان عزیز ما توضیح بدید. در قسمت اول به چند اصل تا اصل هشتم، یکی در رابطه اصول راهبردی اون صحبت کردیم تا اصل هشتم رو توضیح دادیم و میخواستم خواهش کنم که من خیلی وقت نگیدیم و برسیم به بقیه اصولی که قراره بهش بپردازیم. ممنون. این بخش دوم مصاحبه رو اختصاص میدم به حقوق ذاتی که فکر کنم شاید بخش سوم رو همتون خیلی جالبه و به اصطلاح طولانی تره تا قسمت راهبردی اختصاص میدیم. در اصول راهبردی 15 اصل داره که 8 رو انتخاب کردیم که توضیح بدیم خدمت بینندگان محترم. اما در فصل دوم در حقوق ذاتی حیات انسان، اصل 16 میگه که بنابر این که حیات قائم به وجود حقوق و عمل به آنهاست و این حقوق از حیات جدایی ناپذیر هستند و مانع از آن می شوند که فعالیت های حیاتی انسان محدود و مقید بگردند، پس حقوق تقدم دارند بر نوع باور و بر وضعیت و موقعیتی که انسان در آن قرار بگیرد. از این رو به نام دین و به نام مصلحت دولت و به موجب حکم دادگاه این حقوق سلب نمی شود. بسیار بسیار اصل مهم نیست و اون که ابتدا توضیح میده که اصلا خود زندگی کردن بدون حقوق ممکن نیست. خود اصل حیات قائم به حقوق ذاتی است که انسان ها فرق نمی کنه از چه رنگی، چه پوستی، در کدام موقعیت اجتماعی، در کدام کشوری به دنیا میان، همه اونها دارای این حقوق مشترک هستند و پس بنابراین حقوق انسان تقدم داره بر باور سیاسی، باور مذهبیش و بر هر موقعیت و وضعیتی که درش قرار داره. از این رو مشاهده میکنیم و خوشحالم که مدتی زیادی است که خیلی از گروه های سیاسی در ایران بدون توجه این که وقتی حق یک نفر نقض میشه، فرض کنید به عنوان زندانی سیاسی یا اشافی میشه در ایران، همه از طیف های مختلف سعی میکنن بر حق آزادی اون و حق داشتن نظر و مرام و عقیدش به حساب پافشاری کنن. قبلنها اینجوری نبود، خیلی خیلی سخت، یک مرزهای سختی بود بین گروه های سیاسی. کسی مثلا فرض کنید در همین سال 78 که یه عده از حزب مشارکت به زندان افتادن در ایران و به اصطلاح با وجودی که از طرز فکر آدمای بسیاری زندانی شدن، حزب مشارکت در صفحه خودش در لیست خودش فقط دفاع کرده بود از زندانیان چیز خود، به اصطلاح گروه خودش. اونایی که تو ایران در این حاکمیت هستن هنوز اونگونه فکر میکنن، خودی و غیر خودی فکر میکنن، نه بر مبنای حقوق انسان. خوشبختانه ما روزنامه‌مون و سایتمون از ابتدای تشکیلش در سال 60 و در ایران هم که انقلاب اسلامی می اومد معروف بود به این که با گروه های مختلفی تضارب و آرا داره و ما همیشه بخش حقوق بشر داشتیم و از حقوق انسانی همه که تضییع می شد بدون توجه به باورشون و تکیه بر به اصطلاح بدون تکیه بر اون، بر حقوقش تکیه می کردیم و به اصطلاح دفاع می کردیم. و خوشبختانه این مرسوم شده الان بر بسیاری از نیروهای سیاسی اپوزیسیون که این از این حقوق دفاع میکنن. امیدواریم که همواره این به اصطلاح این گونه باشه و در جامعه هم این تقدم حقوق بر باور سیاسی یا باور مذهبی و حتی بر جنسیت، بر نژاد که نه، به اصطلاح از چه قومیتی میاد و از چه محلی میاد و منطقه میاد و چه
به اصطلاح باوری داره این تقدمش اصل بشه و نهادینه بشه در جامعه. اگر این نهادینه بشه اونجاست که مردم حقوق همدیگر رو پاس میدارن و حقوق دیگری رو حقوق خود و حقوق خود رو حقوق دیگری میدارن و دیکتاتوری نمیتونه پا بگیره. نه هیچ دیکتاتوری نه هیچ دیکتاتوری. بگم یکی از اموری که من رو خیلی نسبت به آینده خوشبین‌تر میکنه همین واقعیت است که مثلا در مقایسه با انقلاب 57 که واقعا از انگشتان گروه هایی که از حقوق همگان دفاع میکردن از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر بود، امروز در میان گروه های سیاسی خیلی بیشتر مطلوب شده، هرچند هنوز بله امیدواریم که از تجربه درس گرفته باشیم باید برسیم ولی بله. دای امیدواریش حالا متاسفانه هنوز هستن بعضی از گروه های سیاسی که چون به قدرت برسن چون به خلوت برون آن کار دیگر بکنن، اما مسئله سر اینکه نهادینه بشه در جامعه و این گروه های سیاسی با جامعه روبرو بشن و با چون و چرای اونها روبرو بشن، این مهمه. نهادینه شدن از حد جامعه. اصل 17 هم میگه از آنجا که تکلیف یا به اصطلاح وظیفه بیرون از حقوق ذاتی حیات، یعنی هر مسئولیت که نه، مسئولیت بخش مثبت یه مسئله از پشت سکه اون طرف سکه حقه، هر تکلیفی و هر به اصطلاح وظیفه‌ای که بدون رعایت یعنی اون ور سکه‌اش داشتن و بهره‌مند بودن از حقوق نباشه، پس از آنجا که تکلیف بیرون از حقوق ذاتی حیات حکم زور است، وضع تکلیفی که صالب حق بگردد ممنوع است و عمل به تکلیفی که حقی از حقوق نباشد نمیتواند موضوع قانونگذاری بگردد. بسیار بسیار اصل مهم است در جلوگیری از شکل‌گیری استبداد، به خاطری که همه مستبدین میگن تو به حق، حتی چون به هر حال مأمورانشون به عنوان انسان حقوقی دارن و وجدانی دارن، باید این وجدان تخدیر بشه تا بتونن دستورات اون نظام قدرتمند رو بر خلاف حقوق ملی، حقوق شهروندی، حقوق انسانی شهروندانشون به کار ببرن. میگن تو مأموری و معذور، بگو از بالا برای من این حکم اومده، پس کاری نداشته باش که قانون اساسی چی میگه یا نمیدونم وجدانت چی میگه. این رو در همه نظام های دیکتاتوری شما شاهدید، حتی در نظام های دموکراسی بر مبنای به اصطلاح انتخاب هم سعی میکنن این به اصطلاح راه های گریز رو پیدا بکنن، بگم من مأمور بودم توجه نکردم، ولی خب اینجا نمیشه چون رسانه های جمعی بسیار حساس هستن، بیشتر این رو زیر نقد و ذره‌بین نقد میبرن. اما مثلا در محاکمات نورنبرگ، در دادگاه که سران هیتلر رو خواستن، یک پارچه گفتن ما مأمور بودیم معذور، ما اگرم نمیخواستیم نمیتونستیم انجام ندیم، برای که من مثلا ارتشی بودم باید انجام میدادم. اینجا تاکید میکنه، اینجا به خود وجدان انسان میگه و اصلا ممنوع میکنه اون رو، میگه که هر تکلیفی که صالب حقوق انسان باشه ممنوعه، به اصطلاح اصلا حکم زوره و صالب حق باشه ممنوعه، و عمل به هر تکلیفی که حقی از حقوق نباشه، مثلا فرض کنید مثال میذارم، یه کارخونه به کارگرش میگه که این فاضلاب رو به اصطلاح این بازمانده های این چیز رو کارخونه رو ببر در فلان رودخانه بریز، نمیتونه بگه چون نمیتونه او بگه، نمیتونه او اجرا کنه بدون مسئولیت، خلاف این بند. این بند بهش میگه نه، شما حق تشخیص داری، میفهمی این خلاف حقوق طبیعت، این ماموریتی که بهت دادن صالب یه حق طبیعت، نباید اجرا بکنی. در بسیاری از به اصطلاح وجدان ها رو تخدیر کردن و چشم ها و گوش ها و مغز رو بستن، این اصل بیدار میکنه آدم رو که شمایی که باید تشخیص بدی که این تکلیفی که به شما واگذار کردن، چه در بعد خانواده، چه در بعد مدرسه، چه در بعد دانشگاه، چه در بعد حتی ارتش، چه در بعد به اصطلاح اجتماع، همیشه انسان هست که تشخیص میده این تکلیفی که بهش میکردن صالب حقی است یا ای که به اصطلاح یه حقی نیست، این چیزی رو که بهش میگن اصلا حق نیست و خودش حکم زوره و میتونه با استناد به اصل 17 فصل دوم قانون اساسی اون رو
به اصطلاح ممنوع بدونه و ازش اجتناب کنه. اصل 18 هم میگه حقوق این، برگردیم به همون اصل سومی که ما در بخش اول در قسمت راهبردی گفتیم، اینجا هم تاکید میکنه که حقوق موضوعه که اصولی از هر قانون اساسی را تشکیل میدهند ناقض حقوق ذاتی حیات نیستند و قوانین عادی که وضع میشوند نیز نباید ناقض حقوق ذاتی حیات باشند. تأکید میکنه مجلسی که میاد قانون وضع میکنه نمیتونه این قانونی وضع کنه که یکی از این حقوق رو، حقوق ذاتی حیات رو، چه مال طبیعت باشه، چه مال انسان باشه، چه حقوق شهروندی باشه، چه حقوق جامعه ملی باشه، چه حقوق جامعه ملی به عنوان عضوی از جامعه جهانی باشه، چه حقوق بقیه ملت ها باشه رو حذف کنه، به اصطلاح وضع کنه و اونو نقض کنه. بله، از توجه بفرمایید در بحث به اصطلاح اصول راهبردی فصل سوم خوندیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین ناقض حقوق پنجگانه ملغا هستند. پس بنابراین قوانین عادی هم که وضع میشن، هم که بقیه ریزکاری های این عصر قانون بعد تعیین میکنه، اونها به هیچ وجه اجازه ندارن که برخلاف حقی از حقوق پنجگانه باشه. منظورتون قانون با اصل سوم بود؟ بله، فصل سوم. ببخشید، اصل سوم از بخش اول، از فصل اول. بله، ممنون که توجه دارید. اصل بیستم میگه که حقوق همدیگر را ایجاب میکنند و یک مجموعه را تشکیل میدهند، بنابراین هیچ حقی را نمیتوان دستاویز نقض حق دیگری کرد. در همه نظام‌های استبدادی همین کار رو میکنن، میان میگن شما به خاطر امنیت که یه حقی که انسان باید داشته باشه، ما باید آزادی‌ها رو محدود کنیم. به خاطر حفظ امنیت با فلان دولت قرارداد بستیم، کیشون فرض کنید دریای بخش دریای عمان یا خلیج فارس رو بخشیدیم به چین، به خاطر بیکاری که به صلاح اشتغال زایی ما این کار رو کردیم، به خاطر درآمد دولت ما این کار رو کردیم، این حق رو نقض کردیم، به خاطر به صلاح دفاع از کشور که حق بسیار بزرگی است، باید مطبوعات رو سانسور کرد چون ممکنه اطلاع به دشمن بده. همیشه یک حقی رو بزرگش میکنن در جر که بتونن بقیه حقوق رو نقض کنن، همون حقی رو هم که به اصطلاح بزرگ میکنن در واقع حذفش کردن. به خاطر این چی؟ به خاطر که اینجا هم تاکید میکنه حقوق یک مجموعن، هر کدوم رو دست بزنی نقض کنی بقیه سلسله وار مثل یک زنجیر نقض میشن. هر کدوم رو هم ما رعایت کنیم و به اصطلاح عمل بکنیم، زمینه رو برای عمل کردن و رعایت بقیه حقوق به اصطلاح فراهم آورده. همون جور که از حق حیات، حق آزادی بیان، حق دوست داشتن، حق علم آموختن، حق استعداد اقتصادی، استعداد به اصطلاح فراگیری، همه این حقوق انسان وقتی ما از برای دیگری دفاع میکنیم و جلوی نقضش رو میگیریم، حقوق همین حقوق رو در خود رو هم ما به اصطلاح رعایتش کردیم و بالعکس اگر نقض بکنیم یا سکوت بکنیم در مقابل نقضش، حقوق ذاتی خودمون رو هم نقض کردیم، چون هم حقوق با هم مجموعه تشکیل میدن، هم حقوق همه آحاد بشر با هم دیگه یک مجموعه رو تشکیل میدن. بعدی اگر کردید، نقض حقوق کردید، مثل بهمنی بر هم افزوده میشه، دامن من و شما رو هم میگیره، خیال میکردیم تافته جدا بافته ایم. بله. بعد اصل، ببینید من اصل 23 رو 21 ممیز 3، یعنی چون 21 سه تا بند دیگه داری، اصل 21 هم، 21 ممیز 1، 21 ممیز 2، 21 ممیز 3، من اینجا یه توضیح میدم. 21 ممیز 3 رو میگه که به خاطر استقلال و آزادی هیچ حقی را نمیتوان نقض کرد، زیرا استقلال و آزادی عمل به دیگر حقوق را ایجاب میکنه. بسیار این اصل مهمه، چون همیشه همینا مستمسک قرار گرفته در استبدادها که یکی از اینا رو نقض کنن، در واقع هدفشون نقض هر دو بوده، هم استقلال هم آزادی، و بنابراین هر کدوم اینا رو نداشته باشه انسان، هم بقیه حقوقا رو نمیتونه داشته باشه. چرا؟ برای که در اصل 21 این رو به وضوح
توضیح میده شفاف، اینکه میگه انسان برخوردار از استقلال و آزادی است. هر انسانی مستقل است در گرفتن تصمیم، هر تصمیمی، تصمیم راجع به زندگی خودش، در مورد آینده خودش، در مورد وطنش، در مورد جهان، آزاد تصمیم میگیره و مثلا مستقل در گرفتن این تصمیم و آزاد است در انتخاب نوع تصمیم. اینکه من این راه حل دارم یا اون راه حل رو دارم که البته باید موافق این حقوق باشه، این آزادی انسانه که چه نوع تصمیمی رو بگیره. استقلال و آزادی نسبت به یکدیگر تقدم و تأخر ناپذیر هستند و از یکدیگر جدای پذیر نیز نیستند. شما نمیتونی یه تصمیم رو بگیری وقتی آزاد نباشی در انتخاب نوع تصمیم. وقتی که میخوای یه نوعی از تصمیم رو بگیری ولی در گرفتن تصمیمت مستقل نباشی و دیگری بهت حق نکنه، بازم نمیتونی یک نوعی از تصمیم رو انجام بدی. پس بنابراین دوتا نمیتونن از هم جدا باشن. و استقلال البته معنایی بسیار داره، یه بخشش بخش سیاسی است. در واقع از خود انسان شروع میشه، تمرین روزمره در اینکه من مستقلم و خود باید تصمیم بگیرم و اینکه چه نوع تصمیم رو بگیرم من باید آزاد باشم درش. آدم میتونه مشورت ها رو گوش بده، همه نظرها رو بشنوه، بهترین رو انتخاب بکنه، اما تصمیم گیرنده من و شمای انسان باید باشیم، نه اینکه کسی به عنوان رهبر یا رئیس حزب یا پدر و مادر یا همسایه یا رئیس شرکت برای شما تصمیم بگیره و نقض بکنه آزادی نوع انتخاب نوع تصمیم رو. با اجازتون بریم سراغ بند 22 و نه ببخشید بند چون میگم مفصل اینا، اگه بخوام همه بندها رو بگیم نمیشه، من برم به بخش زنان، بسیار بسیار مهمه. بخش به اصطلاح اصل 24.1 میگه که زن و مرد برای دوستی با یکدیگر خلق شدن و هر دو به طور برابر حقوقمند هستند، بنابراین تمامی تبعیض ها و نابرابری ها ملغا هستند. خطاب به مردان و زنان هموطن عزیزم که زندگی روزمره شون دچار جهنمی شده به خاطر تبعیضی که بین زن و مرد در قوانین موضوعی نظام ولایت فقیه هست. خانمایی که حتی حق مسافرت، انتخاب اصلا گرفتن استقلال تصمیم گیری و انتخاب نوع تصمیم رو ندارن، خانمهایی که به اصطلاح حق و اجازه ندارن رشته تحصیلی که فرض کن میخواد قاضی بشه رو خود انتخاب بکنه، اجازه ندارن بعضی از مقامات رو با وجودی که استعدادش رو دارن کسب بکنن، خانم هایی که اجازه ندارن بدون گفته بعضی از حتی روابط، حالا تو قانون پشتیبانیش بکنه یا نکنه هم دیگه امر دیگه است، در روابط خانوادگی اجازه نداره بدون همسرش از خونه بیرون بره. این در ذهن باید این انقلاب رخ بده که چون زن و مرد بر اساس برای دوستی با یکدیگر خلق شدن، به طور برابر به عنوان انسان حقوق برابر دارن. این اگر در جامعه‌ای که در خیلی جوامع هستن که دچار این تبعیض هستن، بین اصلا نوع نگاه برابری حقوق بین زن و مرد نیست، اگر در جامعه ایران نهادینه بشه و این قانون اساسی پشتیبانی این رو میکنه و بنابراین همه قوانین تبعیض آمیز رو که در نظام ولایت فقیه هست ملغا میکنه با این به اصطلاح اصل، بسیار بسیار تحول برانگیز هست در نوع روابط درون بین دو بخش از جامعه، زنان و مردان کشور. بله. اصل 24.2، جمهور مردم با یکدیگر برادر خواهر و در حقوق برابر. این اعتبار برادر خواهر هر کس میتونه که نپسنده بگه کافی بود بنویسیم در حقوق برابرند، ولی به هر حال سلیقه ها متفاوته. من مثلا نقدی رو خوندم که این رو پیشنهاد داد حذف کنن، این میگفت نگاه به اصطلاح مرامیست،
اونایی که نوشتنش به این نوع نگاه نکردن، چون این قانون اساسی، قانون اساسی بر اساس حقوق، نه بر اساس مرام خاصی، ولی به هر حال در حقوق برابر. اینه انشالله بهش برمیگردیم موقعش. جمهور مردم با یکدیگر در حقوق برابرند، از آنجا که همگان در حقوقمندی برابرند و عقیده نمیتواند به کار دشمنی آید مگر وقتی که به استخدام قدرت در میآید، اختلاف در عقیده و باور و یا جنسیت و تعلق به قومی موجب تبعیض‌های دینی و مرامی و جنسی و قومی و ملی و نژادی نمیگردد و ناقض و مانع دوستی شهروندان با یکدیگر نمیشود. پس بنابراین این حرف که خیلی ها دشمنی ها رو انجام میدن به خاطر عقیده، عقیده هیچ وقت نباید مایه، یعنی نمیتونه هم در واقع هیچ مرام و عقیده مایه جنگ و دعوا و به اصطلاح دشمنی بشه، به خاطری که عقیده نظره، نظر رو فقط میشه نقد کرد، اندیشه رو نمیشه باش دشمنی کرد، اندیشه رو باید نقد کرد، سره از ناسره رو جدا کرد و به اصطلاح درست و راستش کردن اون که از حق برخوردار بشه. هیچ مرامی رو نمیشه، همیشه مستبدین هستن، زور مداران هستن که چماق مرام یا دین رو میگیرن برای حذف طرفی که نمیخوان، مخالف خود هستن. اینجا میگه که نه، هیچ اختلافی نه در عقیده، نه در باور، نه در جنسیت و تعلق به هیچ قومی نمیتونه موجب تبعیضات دینی و مرامی و جنسی و قومی و نژادی و ملی بشه و ناقض و مانع دوستی شهروندان بشه، چون شهروندان در حقوق با همدیگه برابر هستن. من در خدمت شما هستم آقای عبدالله، میدونم که سوال دارید. چشم من بند. نه خیلی، نه سوالا رو با اجازتون میزنم، چون هیچ سوال بخشی سوالای خودمه، بخشی هم سوالایست که دیگران خوندن و مطرح. من با اجازتون همه سوالا رو میذارم آخر این بحث. من اصل 24.5 رو میخونم، میگه که حق اختلاف در نظر با حق اشتراک در نظر و با حق دوستی و صلح همراهه، لذا خشونت که الف خشونت که جنگ شکلی از آن است، به نام اختلاف در نظر و باور و بنابر انواع تبعیض‌ها از جمله تبعیض‌های جنسی، نژادی، قومی، ملی، مرامی، دینی و مذهبی ممنوعه و به برقراری بدون سانسور جریان اندیشه‌ها و اطلاع‌ها و داده‌ها و دانش‌ها و فن‌ها مقرر میشه تا که از رهگذر نقد اختلاف در نظر سبب توحید در نظر به یمن رشد بگردد و از جهت یافتن اختلاف در نظر به تضاد و دشمنی پیشگیری شود. پس ببینید، انسان حق داره با دیگری اختلاف نظر داشته باشه، حق داره هم اشتراک نظر داشته باشه. مسئله سر اشتراکات نیست، اکثرا سر این به وجود میاد که حالا که من فلان نظر رو دارم، شما فلان نظر رو دارید، چجوری باید زندگی کنیم؟ فرض کنید دو تا برنامه است، یه گروه سیاسی میخواد، حالا به اصطلاح یا دولت برنامه هایش نقد میشه، میخواد به اجرا بذاره، میگه چیکار کنیم؟ راهش این نیست که دیکتاتوری بکنه، میگه همین هست که هست، یا ما مثلا میگیم همین قانون اساسی همینه که هست، هیچ کس حق نداره بالا پایینش کنه، نقدی بهش وارد کنه. خب این همون دیکتاتوریه، عدم قبول به اصطلاح حق اختلافه. باید نقد رو به اصطلاح اختلاف رو شکاف و نقدش کرد، متوجه بشن هسته عقلانیش چیه، سر کجاها اختلاف به وجود میاد، بر اساس حق اختلاف میتونه رفع بشه دراز مدت، چون انسان ها دانش های مختلف دارن، بهره مندی های مختلف از دانش دارن، از فن، از تجربه. راهش این است که این تضارب آرا انجام بشه، به بحث گذاشته بشه، نظرهای همه شنیده بشه، نقص های اون برنامه رفع بشه با پیشنهادهای کاملتر و بنابراین رب به تبدیل میشه دراز مدت به یک اشتراک. در عالم علم هم همینجوره، یه نفر نمیتونه بیا بگه همینه که من نظریه من علم مطلقه. اینها به شکلهای مختلف در تجربه به نقد گذاشته، به محک نقد گذاشته میشه، کاستیهاش رفت میشه تا به عنوان یه قانون قبول میشه. در زندگی روزانه هم همینطوره. بله، اگر نه دنیا میشه همه تضاد و دشمنی. یه فرض کنید زن شوهر سر اینکه کجا بریم پیکنیک دعوا داشته باشن،
هر کسم بیسته رو حرف خودش، بگه این حق اختلاف منه به این معنا. خب هیچ کمشون نمیرن پیکنیک، اون دوتایی مورن تو خونه. متاسفانه بسیاری از ما همه اشتراکات رو به محض اینکه یک مورد اختلاف پیش میاد به فراموشی میسپاریم و بر اساس اون اختلاف در نظر و رفتار تضاد آمیز برخورد میکنیم که بسیار هم ناگوار باشه. شاید میگیره که خود را عقل کل میدونن، یعنی میگه نظر من نقص درش نیست و غیر ممکنه کسی دیگری بخشی از حقیقت نزد دیگری باشه. اگر این رو قبول بکنه که ممکنه بخشی از حقیقت نزد دیگری باشه، اتفاقا حسن استقبال میکنه از نقد. به هر حال بله، اصل بفرمایید شما چه سوال دارید بفرمایید. من از اونجایی که وقت ما یکی دو دقیقه هم گذشته، من ازتون اجازه میخوام که این گفتگو رو اگر موافق باشین همینجا توقف کنیم و دنبالش رو در گفتگوی بعدی. پس سوالای شما تقدم داره در گفتگوی بعدی؟ نه خیر، سوالای من اگه اجازه بدین رو فکر کردم که بزنیم تموم کنیم بعد. خب این برنامه زیاد طول بکشه چون نه برنامه، نه این برای اینکه قانون اصلی خیلی مهمه. اگر میدونم که خب میشه زمانی رم، حالا ما شما این الان کاملا به اصطلاح از قبل برنامه ریزی نشده که به چه طریق پیش بریم، ولی من در خدمت هستم. به هر حال از دید خودم نقد شما رو پاسخ بگم یا سوال شما رو، البته ممکنه ناقص باشه جوابا، ولی از دید خودم در خدمت هستم. هر وقت شما تشخیص دادید بفرمایید. بس فعلا با اجازتون خیلی ممنون از وقتی که به ما دادین تا گفتگوی بعدی. خدا نگهدار شب شما و بینندگان محترم. این داستان خانم واقعا سر دراز دارد، بسیار بحث مهمی است. ان شاء الله در خدمت باشم. اوقاتتون خوش. خدا نگهدار.